سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم بحث افغانستان که مطرح میشه خیلی هم میگن آقا بازی موضوع تکراری آقا داری در روی یه چیزی صحبت میکنی این نمیخوایم دیگه دروش بشنویم یا مثلا بعضی هایی هم که بهش میپردازن میگن از این جهت که به امنیت ما کار داره مهمه یا مثلا از این جهت که همسایه مهمه همین فراتر از این نگاهی به مسئله افغانستان متاسفانه وجود نداره گزارش رو امشب میخوام براتون بخونم از هنری کیسینجر دولتمدار و سیاستمدار مطرح آمریکایی اومده افغانستان رو ماجراش رو ترسیم کرده فکر میکنم اگر این گزارش رو بخونیم اگر کسانی که این گزارش رو گوش میدن وزن هنری کی رو بدونن متوجه میشن که دقیقاً توی افغانستان اون حقیقتی که رخ داده چیه ولی اینا یه حرکتی میخوان برای آینده افغانستان انجام بدن جرأتشون ندارن علنی بگن وجودشون ندارن علنی بگن این شخص هم جرأت نکرد بگه ولی توی حرفاش رگه‌های از این ماجرا وجود داره اگر مفرقوشید بریم این گزارش رو هم بخونیم یک بار از نگاه اینها ماجرا رو مرور کنیم ببینیم در افغانستان چه چیزی رخ داده هنری کی گزارش خودش رو به این شکل شروع کرده من اینم داخل بگم این یادداشتی هست نوشته شده توسط کسینجر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مجله اکونومیست درباره افغانستان یک سوال برای خیلی ها وجود داره که این افرادی که رفتن فرودگاه کابل یه سری هاشون از هواپیما افتادن و جان خودشون رو از دست دادن چه کسانی هستن, هستن؟ بعضی میگن اینا وطن فروشن بعضی میگن اینا غرب گرا هستن غرب زدن اینا فکر کردن یه فرصتی پیش اومده میتونن کشور فرار بکنن بعضی میگن اینا مزدوران آمریکان من با اینکه کدوم روایت صحیح هست کاری ندارم هنری کیسینجر اول گزارشش به یه نکته اشاره میکنه میگه ده ها هزار نفر آ آدم در افغانستان داریم که اینا الان جانشون در خطره و اینها برای آمریکا کار میکنن و متحد ما هستن بعد میگه که نجات اینها باید در اولویت اصلی و فوری آمریکا در بحرانی که پیش اومده باشه حالا چرا این بحران پیش اومده میگه که ما یک چیزی رو در سیاست آمریکا شاید هستیم و اون این هست که اهداف استراتژیک ما و اهداف سیاسی که برای ورود به افغانستان تعریف کردیم با همدیگه دیگه همخوانی نداشت و محقق نشدنی بود جمله خیلی جمله ای درسته چون در ادامه به این جمله نیاز داریم ابتدای این بحث این جمله برای شما بگم ادامه بحث رو هم بخونیم نوشته که ماجرای حضور ما در افغانستان به این شکل بود که فضا علیه القاعده سنگین شد همه به این جمع رسیدیم که آمریکا باید در افغانستان حضور پیدا بکنه ما وارد افغانستان شدیم نیروهای مؤثر طالبان رفتن پناهنده پاکستان شدن تا زنده بمونن و پاکستان به اونها کمک کرد و از طریق اونها شورش هایی رو در افغانستان رقم زد حالا چرا داره به بحث طالبان و حضور اینها در پاکستان اشاره میکنه میگه زمانی که اینها رفتن وارد خاک پاکستان شدن ما به طور کامل تمرکز خودمون بر اهداف استراتژیکمون رو از دست دیم. حالا یعنی چی اشاره نکرده ولی احتمالا منظورش این هست که یکی از اهداف ما این بوده که با این گروه های نظامی و مسلح ام از القاعده و بقیه در افغانستان مبارزه بکنیم میگه زمانی که اینها رفتن ما از اینا قافل شدیم درگیر یه چیز دیگه شدیم حالا اون چیز چیه میگه درگیر این شدیم که در افغانستان دولتی رو روی کار بیاریم که این دولت با ما همسو باشه حالا میاد این به شیوه خودش میگه این با ادبیات ما نمیگه میگه ما رفتیم در افغانستان به این فکر کردیم که یک کشور مدرنی رو به وجود بیاریم که در این کشور مدرن نهادهای دموکراتیک و دولتی بر اساس قانون اساسی حکومت کند بعد میگه این هدفی که ما برای خودمون تعریف کردیم اولا زمان بندی نداشت دوم مشخص نبود که به چه شکل میخوایم انجامش بدیم بعد هماهنگ با تحولات داخل آمریکا نبود برای مثال دولت بوش روی کار بود ما تصمیم میگرفتیم بوش میرفت اوباما میومد سیاست گذاری به طور کامل عوض میشد و خب برنامه ها به هم میره بعد گفته که برای مثال در سال 2010 ما نیروهای خودمون قرار شد در افغانستان تعدادشون رو زیاد بکنیم من اون موقع در یک یادداشت نوشتم که این اقدام باعث میشه که حتی افغانی های غیر جهادی هم علیه ما بسیج بشن اینا رو کنار اصل داستان این یتی. کسی برای شما میکن. گفته که هرگز یک کشور مدر نبوده است این قسمت از گزارش رو با دقت گوش بدین لطفا میخوام ببینم نکته شو متوجه میشین یا نه گفتی که ما با تلاش میکردیم برای متمرکز سازی قدرت در افغانستان اما موفق نشدیم این کار رو انجام بدیم و برای این کار به یک دوره زمانی چند دهه ای نیاز داشتیم که امکانش وجود نداشه بعد میگه افغانستانی ها همواره به شدت در برابر متمرکز سازی مقاومت کردند دقت کنید یعنی چه شد یه حرفی رو قبلا زدم آوان ماه سال گذشته گفتم که بایدن با زمانی که روی کار میاد ترجمه برای شما این باشه که اینها بر روی تمرک مرکز و, و افغانستان کار میکنن یه بار یه جمله رو دقت بکنید مردمش همواره به شدت در برابر متمرکز سازی مقاومت کردن خلاصه حرفش اینه میگه از قرن 18 تا الان ما اومدیم جلو آمریکا رفته جنگیده شوروی رفته جنگیده بریتانیا رفته جنگیده همه شکست خوردن علت چیه که اینا جلو متمرکز سازی وای میسن دولت تشکیل میده یا وقتی حاکم میشه بر کشور دستور صادر میکنه همه همراهی نمیکنن نافرمانی دارن با تو سوال اگر بخوایم از دل این از نگاه یک سیاستمدار آمریکایی راهکار پیدا بکنیم برای افغانستان راهکار چیه ته حرفش اینه وقتی اینا متمرکز سازی رو نمیفهمند تو راهکاری نداری الا اینکه این کشور را به سمت تجزیه هدایت بکنی خیلی حرفم خاص و عجیبه درسته ادامه گزارشش رو بخونیم میگه که افغانستانی در طول این سالها یک تجربه ای داشتن بعد اشاره میکنه به قرن هجدهم میگه در اون سالها انگلستان و شوروی میان اقداماتی رو در افغانستان انجام میدن افغانستان رو اشغال میکنن اما در آن زمان گروه های مسلحی که تعصبات قبیله داشتن در مقابل اینها میستن حالا داره اشاره میکنه به اینکه گروه های جهادی در افغانستان مجاهدین در مقابل اینها ایستادن در کنار اشاره گروه های قبیله ای اشاره میکنه بعد میگه افغانستان یه ویژگی داره و اون ویژگی اینه که همین مردمی که شماها تصور می کنید که میلی به مبارزه برای خودشون ندارن دقت بکنید مردمی که میلی به مبارزه برای خودشون ندارن این شکلی در افغانستان رو معرفی میکنه میگه همین مردمی که از نظر شما ها این شکلی هن وقتی بحث طایفه و قبیلهشون میاد جلو حاضرن وارد نبردهای سخت بشن و در این نبردها هزینه بدن دقت کنید شد داره به زبون بی زبونی میگه که آقا تو کشوری طرفی این کشور با متمرکز سازی مخالف تعصبات قومی قبیله ای و طایفه ای عجیبم داره تو بیا از ظرفیتش استفاده کن برای تجزیه سوال آیا اگر کشور افغانستان به عنوان یک کشور قدرتمند در اختیار آمریکا باشه به نفع آمریکایی ها نیست چرا اینا به تجزیهش فکر میکنن نگاه آمریکایی ها به کشورهای شرق اساسا با چیزی که در ذهن شماست کاملا متفاوته در ادامه مفصل توضیح خواهیم داد ادامه گزارش رو بخونیم من یه نکته رو در طول یکی دو سال اخیر که داریم، برنامه خدمت شما ارائه بارها یادآوری کردم و فکر میکنم که اینجا مهم هست این نکته رو با هم مرور بکنیم بارها تاکید کردم بر اینکه ایرانی ها یک ویژگی دارن و اون ویژگی این هست که توان بالایی در ملت سازی دارن شما نگاه میکنید که ایران میره در گروهی میسه اون گروه در کشور خودش میاد ایفا نقش موثر انجام میده تمام قد وسط میدون میسه دشمن خودش شکست میده بعد به بخشی از حقیقت کشورش تبدیل میشه مردم رو به خودش همراه میکنه بخشی از سیاستش تبدیل میشه و به یک حاکمیت خودش رو تحمل میکنه در واقع یک گروه شبه نظامی اولی صحبت میکردیم ولی بعدا به حاکمیت خودش رو تحمیل میکنه بخش از حقیقت اون کشور میشه ایران داره چیکار میکنه این یعنی داستان داره ملت سازی میکنه برخلاف ترکیه و قطر و امارات و عربستان همه اینها که رفتن هزینه کردن کلی گروهک جمع کردن دور خودشون های تروریستی که این گروه ها بعضا در میدان جنگ به همدیگه هم حمله میکنن ایران داره ملت سازی توضیح به ملت ها یک نگاه رو توضیح میده میگه آقا این نگاه منه نگاه من در طول 40 سال گذشته این بوده همراه میشه با این نگاهه بسم الله میگه ایران داره ملت سازی میکنه حالا یه نکته اینجا میگه خیلی مهمه من بارها تاکید کردم اینا میخوان ملت سازی انجام بدن اینا میخوان ملت ها رو به خوش امر کنن نمیتونن این کارو انجام بدن اینجا در این گزارش میگه که ما در طول این سال ها هزینه کردیم برای اینکه در افغانستان ملت سازی صورت بگیرد اما ملت سازی در یک کشور جنگ زده نیازان نیروهای نظامی قابل توجهی است ایران از طریق دکترینش این کارو انجام میده اینا اصلا چیزی تحت عنوان دکترینی که پذیر رفته شده برای این ملت ها باشه ندارن سوال در چنین شرایطی یعنی اینا هیچ وقت نمیتونن ملت سازی بکنن اتفاقا پاسخ میتونه منفی باشه یک شکاف نسلی بین ملت های شرقی و نسلی های داره اتفاق میفته نسل بعدی اومده درگیر این تکنولوژی شده دهه 90 دهه 80 او تو رو نمیفهمه تو هم او رو نمیفهمی چند میلیون جمعیت زیرزمینی دهه 80 و دهه 90 های ما در داخل جامعه خودمون دارن که اینها به رسمیت شناخته نشودن من دارم اشاره میکنم به جمعیت قابل توجهی که حامی خواننده های رپ هستن چند میلیون نفرن توی ایران چند نفر از ما اینها رو درک میکنیم چند تا اون تونستیم ارتباط موفق با اینها داشته باشیم بخشی از حقیقت جامعه دیگه یه شکاف نسلی اولا داره اتفاق میفته یه شکاف بین تو و بخشی از جامعه هم داره اتفاق میفته حالا اون میتونه از این شکاف استفاده بکنه چون او ایدئولوژی که بتونه بر این جامعه اثر بذاره نداره که از این شکاف میتونه استفاده کنه بر اون بخش از جامعه اثر بذاره اون بخش رو خوشم راه بکنه دقیقاً یعنی ماجرا خیلی هوشمندانه است من باز یادآوری میکنم اینکه زیبا کلام ها میان اینجا فریاد میزنن میگن آقا ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو باید ازش بگیریم باید از ایران ایدئولوژی زدایی بکنیم اینکه نگران ایدئولوژی شما شدن علتش این هست که اونا میبینن تو داری با این ملت سازی میکنی آمریکای آنها انگلستان اینها و کشورهای باب میل آنها در این کشور به چالش کشیده شدن پس او باید با کمک عناصری که اینجا داره ایدئولوژی شما رو بزنه و اعتبار زدایی بکنه از ایدئولوژی حاکمیت برای اینکه تو رو در حوزه ملت سازی خل سلاح بکنه بریم ادامه گزارش شما بخونیم اینجا یک نکته میگه این نکته فوق العاده مهمه ببین اصلا هوشمندانه این یادداشت نوشته و کلی پیام پنهان داره پیام پنهانش رو علنی اشاره نکرده ولی وقتی شما گزارش می‌خونی می‌بینی آقا این داره یه نکته نکته میگه این نکته مهمه حاکمیت جمهوری اسلامی آقایانی که اینجا تحلیل می نویسید تحلیل ارائه میدید به مسئولین و کنار دست مسئولین سه این نکته که من میخوام بگم رو لطفا با دقت گوش بدید اومده به یه چیزی اشاره میکنه میگه که ما رفتیم تو افغانستان حضور پیدا کردیم و متوجه یه داستان شدیم و اون داستان اینه که گاهن زمانی که همسایگان افغانستان زمانی که آمریکا در این کشور بوده وقتی اینا درگیر خودشون بودن یا وقتی درگیر همدیگه بودن با هم تقابل داشتن یا وقتی همسایه ها با آمریکا تقابل داشتن منظورش ویژه ایران دیگه میگه باز اینا نگران یه چیزی بودن نگران این بودن که در خاک افغانستان چیزی تحت عنوان تروریسم شکل بگیره قوت بگیره و از داخل اون کشور خاک اینها رو تهدید بکنه خب این بخشش فعلا نکته نداره صرفا داره میگه که افغانستان میتونه یک فرصت خوب برای آمریکا و یک تهدید برای کشور همسایه باشه با این بخشش کاری نداریم در ادامه یه چیزی میگه این خیلی مهمه میگه که ما باید یه چیزی رو از انگلستان یاد بگیریم انگلستان در گذشته منظورش 2300 سال پیشه میگه در گذشته از افغانستان با این نگاه استفاده نمیکرد که اون رو به یک کشور برای خودش تبدیل بکنه میگه ما الان رفتیم اونجا میگه آمریکا در افغانستان میخواد چیکار بکنی اولش 20 سال پیش گرفت گفت من میخوام طالبان و القاده و تروریست رو شکست دادم. الان میگه میخوام دولت بسازم میگه دولت ساختن توی افغانستان رو ول کن توی کار فراتر میتونی انجام بدی اون کار فراتر چیه برگردیم دوباره به انگلستان میگه 2300 سال پیش کاری که انگلستان انجام میداد این بود از ظرفیت افغانستان استفاده میکرد برای اینکه منافع خودش در هند پیش ببره فقط کن شد میگه استعمار از افغانستان استفاده میکرد برای پیش برده. اهداف در هند اصلا افغانستان ولش کرده گفته. من کاری ندارم تو تو این کشور چیکار میکنی فقط کار به این دارم که چطوری میتونم خودم تو کشور تو حفظ بکنم خب اینکه در کشور تو حاکمیت همسو خودم رو بیاورم و اینکه خودم رو در کشور حفظ کنم با هم متفاوت دیگه میگه کاری که انگلسان انجام داد این بود که خوش در افغانستان حفظ کنه تا اهدافش در هند و پیش ببره حالا بریم بالاتر رو دوباره رو هم بخونیم چون اینا با هم مرتبطه میگه که در اون زمانی که مادر در افغانستان بودیم وقتی همسایا درگیر هم بودن یا درگیر آمریکا هم بودن باز نگران این بودن که پتانسیل تروریستی در افغانستان برای اونها خطر ایجاد بکنه دقت کنید شد اول میاد این قضیه رو میگه بعد اشاره میکنه میگه انگلسان از ظرفیت افغانستان برای اثرگذاری بر هند استفاده میکرده ترجمه ساده ترش میشه اینکه تو میتونی از افغانستان استفاده بکنی به جای اینکه فشار بیاری بذاری دولت همسو با خود اونجا حاکم میشه اصلا کاری نداره شو چی حاکم میشه از ظرفیتش برای اثرگذاری بر کشورهای همسایه یا پیشبرد اهداف خود در منطقه خاورمیانه استفاده بکنی خیلی هوشمندانه نوشته این گزارش رو الحق که این آدم یک سیاستمدار کارکشته هست باید با دقت این گزارش رو خون و با تأمل بیشتر رمزگشایی کرد از حرفایی که زده تک تک مسائلی که میگه هوشمندانه است چه اونجایی که تاکید میکنه بر اینکه اینها با تمرکزداری مخالفن پیام پنهانش است که این کشور رو میشه به سمت تجزیه هدایت کرد به خصوص اینکه تعصبات ای دارن چه اونجا که میاد اشاره میکنه میگه که کشورهای اطراف از ترور در این کشور میترسن چه اونجا که میاد اشاره میکنه به اینکه انگلستان از ظرفیت افغانستان برای پیشبرد اهدافش در یک کشور دیگه استفاده میکنه من اگه بخوام ماجرا رو این هست که تجزیه افغانستان و به طور همزمان استفاده از ظرفیت گروههای تکفیری و تروریستی در این کشور اتفاقا میتواند در راستای منافع ایالات متحده آمریکا باشد یه پیش شرط داره پیش شرط اینه, پیش شرط اینه که آمریکا افغانستان رو بذاره کنار از اولویتش خارج کنه اینکه در افغانستان چی میگذره و در افغانستان به چه چیزی نیاز بذاره کنار به این فکر بکنه که از طریق افغانستان به چی میتونه نیاز داشته باشه بریم انتهای گزارش بخونیم این انتهای گزارش خیلی مهمه بذار من ساده بگم قبل از اینکه انتهای گزارش بخونم یه سوال آقا آمریکا در افغانستان چه کرد خیلی از من شما میگم فرار کرد دیگه فرار کرد رفت بعضی میگن افغانستان ولش کرده چرا میگی فرار کرد بگید که افغانستان ول کرد شجاعت داشت رفت یکی تو تا گزارش براتون خونم دیگه متاسفانه کسانی که نویسنده های این مملکت هستن طرف سنی ازش گذشته سالیان سال در این مملکت می نوشه زحمت میکشه الان اومده خیلی عجیب میگه که اینا افغانستان رو ول ولش کردن اینا یه کار بزرگ انجام دادن شهامت به خرج عقدنشی نشینی کردن پذیرفتن که وقتی آدمش رو نکنن نشینی میکنه یعنی شکست اینها رو هم اینا دارن تلاش میکنن ماله روش بکشن حالا بخونیم ببینیم که هنری کی در خصوص این قضیه چی میگه اون نگاهش کاملا متفاوته اون میگه این چیزی که در افغانستان افتاد یک شکست وحشتناک بود ما اثبات کردیم که در افغانستان شکست خوردیم که هیچ این رو هم باید بپذیریم که اقدام استراتژیک چشم گیری در آینده نزدیک نمیتونیم در افغانستان انجام بدیم مگر اینکه با ایجاد تعهدات رسمی جدید در مناطق دیگر این شکست را جبران کنیم قشنگ از وجه شکست استفاده میکنه وقتی طرف میاد به شما میگه که شما در داخل این کشور دیگه نمیتونی اقدام استراتژیک انجام بدی و در این حال تاکید میکنه که تو اینجا شکست خوردی به معنی این نیست که من افغانستان ولش میکنم بلکه ترجمش همون چیزی که من برای شما از داخل متن این گزارش کشیدن بیرون و ترجمش این هست که میتونم از ظرفیت این کشور استفاده کنم برای اثرگذاری و برای پیشبرد اهداف خودم در کشورهای اطراف و منطقی به واسطه خاورمیانه یعنی. ادامش نمیدونم گزارش رو فکر میکنم تو همجا کافی مفصل دربارش صحبت کردیم یک آرزو دارم و اون آرزو این هست که عزت مردم افغانستان رو ببینیم انسانهای تعریفی که نسل‌های جدیدشون پر انرژی تر با انگیزه تر با توان تر نسبت به نسل قبلیشون هستن چون نسل قبلیشون نسل قدرتمندی بودن که شوروی انگلستان آمریکا اینها رو به زانو در آوردن این نسل جدید اون زرنگی نسل قبل رو داره تجربه هم کسب کرده پرتوان توان و با انگیزه هم هست امیدوارم این نسل جدید این انگیزه شو از دست نده خسته نشه و در آینده نزدیک بتونه پرچم کشور خودش رو بیش از پیش بالا باره. این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم اگر نکته برای ما بفرستین وقتتون بخیر